وطن مفهوم بسیار مهمیه که درکش و مخصوصا درک اهمیتش به یک واکاوی واقعا ژرفی لازم داره، به خاطر اینکه انسان ها در درون طبیعت به دنیا قدم میذارن و در یه منطقه جغرافیایی ویژه‌ای رشد و نمو میکنن، این اتفاق میفته، یعنی این مفهوم وطن درشون نهادینه میشه. ابتدا زندگی در درون خانواده که عشق به فرزند در اونا مفروض و حتمیه، برای بشر یک شرایط اجتماعی ویژه‌ای رو که با کنش و واکنش بین اعضای خانواده شروع میشه و بعد به اجتماع بیرون خانواده گسترش پیدا میکنه ایجاد میکنه. این تجربه اجتماعی شدن وسیله فرزند بشر یه پارامترهای متفاوتی مثل استفاده از زبان برای ارتباط جمعی برقرار کردن ایجاد میکنه که بسیار بسیار مهمه. یه وجه دیگه یعنی ممیزه زندگی ابتدایی فرزند بشر آشناییش با، یعنی آشنایی اجتناب ناپذیرش، همه انسان ها در هر جامعه که زندگی میکنن یه اتفاق براشون میفته که آشنا میشن با تاریخ و فرهنگ و رسوم اجتماعی که در اون رشد میکنن. همه این روابط در محیطی داوطلبانه و به دور از تحکم و زور، حداقل تو اون مقطع درون خانوادهش امکان پذیر میباشه. بیشتر پدران و مادران، شاید بشه گفت همه پدران و مادران، با همه وجود به فرزندان خودشون عشق میورزن و همه چیز رو در حیطه امکاناتشون برای اونا فراهم میکنن. مکانیزم جذب داده های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و انسانی به وسیله شهروندان کشورهای مختلف اونا رو مجذوب این خصیصه های اون کشور میکنه. اینجاست که مفهوم وطن شکل میگیره. عشق به وطن و عشق به خانواده از محصولات و عواقب رشد انسان در اجتماعی با خصیصه های مشترک واقعا با همدیگه نشأت میگیره. حالا در رابطه با ایران، ایران کشوریه که در درازه 5000 سال موجودیت سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی وجود داشته. این مشخصات به ایرانیان یک میراثی از زندگی پیشینیانشون داده که سینه به سینه نقل شده در طول تاریخ تا به ایرانیان امروز رسیده یا به ایرانیان هر روزی از تاریخ ما رسیده. عشق به ایران تنها عشق به خاک نیست، بلکه عشق به این تاریخ، فرهنگ و جغرافیایی که به ایرانیان یک ذهنیت تاریخی، فرهنگی، انسانی ویژه‌ای در میون ملل جهان داده. ایران یک واحد سیاسی، تاریخی، فرهنگی همونجور گفتم و جغرافیایی که در درازای هزاران سال قابلیت پرورش شخصیت‌های مانند کوروش، ابوعلی سینا، زکریای رازی، حافظ، مولوی، فردوسی و رضا شاه کبیر رو داشته. هر کدوم از این ایرانیان به مقتضای الزامات زمان خودشون دست به ساختن نهادهای سیاسی، فرهنگی و علمی زدن که هم در زمان خودشون زبانزد خاص عام شدن و هم کمک به ساخت یک خاطره جمعی در میان ایرانیان کردن که پس از هجوم دشمنان عرب و مغول و افغان و رومی و یونانی، هنوز این عشق به این سرزمین در دل ایرانیان می جوشه و حماسه ایجاد میکنه. دقیقا همین عشقی که تاریخ و زبان و فرهنگ با شکوه ایران ایجاد کرده هست که امروز به عنوان تنها سلاح، واقعا شاید بشه گفت تنها، شاید ایرانی ها البته سلاح های دیگه هم دارن مردم ایران، ولی این الان یکی از مهیب ترین سلاح هایی هست که در دست مردم ایران در جنگ با دشمنان و دشمن ایران ویرانساز جمهوری، به ویژه جمهوری اسلامی قرار داره. به نظر من عشق به ایران از فرد ایرانیان یک ملتی ساخته که تهاجم دشمنان و خیانت هموطنانی مانند خمینی و طرفدارانش نتونسته متوقفشون کنه و این سلاح داره با صلابت در دستان ملت ایران برای مبارزه بر علیه حکومت ضد ایرانی جمهوری اسلامی داره به کار میگیره و این سلاح واقعا حکومت جمهوری اسلامی رو در
تقابلش با ملت ایران بیچاره کرده، مستأصلشون کرده. به این دلیله که به نظر من ایران رها خواهد شد و سربلند خواهد شد، چون عشق ما به ایران خلل ناپذیره. به این دلیل رهایی و سربلندی ایران حتمیه. به امید آن روز و با عشق به ایران و ایمان به رهایی ملت ایران به زودی.